یکی از عزیزان پیشنهاد کرد که من همش مقدمه گفتم و نتیجه گیری نکردم. درست میگن عزیزان که بالاخره چه خواهد شد؟ آیا سناریوی لیبی در ایران پیاده خواهد شد؟ سناریوی سوریه در ایران پیاده خواهد شد؟ و چه خواهد شد؟ این سؤال بسیار پر اهمیت بود. علت این که امریکا فقط را به ایران حمله نکرده اینه که هم در هیئت حاکمه امریکا و هم اسرائیل اختلاف وجود داره. در مورد عراق وجود نداشت، در مورد افغانستان وجود نداشت، در مورد لیبی هم وجود نداشت. حالا سر و صداهایی میشد ولی واقعا اختلاف عمیقی وجود نداشت بر سر حمله به این سه کشور. در مورد ایران اختلاف وجود داره، دلیل هم داره. اگر عزیزان صحبت‌های میر داگان رو که رئیس سابق موساد هستش که من آخرین جلسه یعنی دیروز در واقع آره دیروز نقل قولای مفصلی ازش آوردم، دلائلش رو برای این که مخالفت شدید به یکم آقای ایتان که اونم مأمور 85 ساله مال موساد، هر دوشون نظرشون اینه که حمله به ایران نه مثل لیبیه، نه مثل عراقه، نه مثل افغانستانه. هزینهش فوق العاده بالاتر. ایران کشوریه که سه برابره، هم عراقه، هم افغانستانه، هم از نظر جمعیت دو سلسله جبال عظیم داره. و به این رو به عزیزان عرض بکنم که اینا نمیان حمله نظام فضا به تأسیسات اتمی بکنن، به کنار دریا بکنن، بیان خوزستان چیز باید اگر شروع بکنن باید بیان تهران رو بگیرن. مثالهاش متعدده، از پاناما گرفته تا جمهوری دومینیک گرفته تا گرنادا گرفته تا عراق و افغانستان تا لیبی، هر کدوم از اینا که رفتن شروع کردن باید پایتخت رو بگیرن و مثل نوریگا باید بگیرن و یا مثل قذافی باید خیلی عرض میکنن از پشت با چاپا نابودش کنن و بعد مغزش داغون میکنن یا مثل صدام حسین باید به دار بزنن. بنابراین مسئلهش این واقعا تغییر رژیمه و ایران لقمه به این کوچکی نیست که بتونه از گلوشون پایین بره. بنابراین من لیست افراد پر اهمیتی رو که مخالف حمله نظامی به ایران هستن در نه این هفته ایش گذشت، این شنبه گذشته، شنبه قبلش اسامی اینا را آوردم که اینا آدم های گنده هستن و اسام مخالف چیز هستن و به همین دلایلی که عرض کردم که اگر واقعا منتها امریکا مسئلهش نه فقط لیبیه، نه افغانستانه، نه عراقه، نه سوریه است، بلکه چین و روسیه است. برای اینکه امریکا هدفش عبارت از هژمونی کامل در تمام جهان و اینم باز جزء قوانین واقعا سرمایه‌داریه که این در حقیقت بعد از فروپاشی شوروی و رفتن چین به طرف سرمایه‌داری و ویتنام به طرف سرمایه‌داری از نظر اقتصادی تمام گوشه و کنارهای جهان سرمایه‌داری شده و در حقیقت کورپوریشن های امریکایی همه این جاها رو گرفتن. بنابراین هژمونیش از نظر اقتصادی در واقع کامله، ولی از یک جهت هژمونی نداره از نظر سیاسی. همیشه هژمونی نمیتونه فقط از نظر اقتصادی باشه، باید از نظر سیاسی باشه. به همین دلیله که اگر عزیزان یادشون باشه جان بولتون موقعی که نماینده امریکا در سازمان ملل بود میگفت که 10 طبقه بالای سازمان ملل اگه بمبارون بشه هیچ مشکلی نیست، یعنی باید از پیش از اینو برداشته بشه، یعنی سیاست‌ها رو جامعه سازمان ملل نباید تعیین بکنه، باید پنتاگون و به اصطلاح وزارت خارجه امریکا تعیین بکنه. یعنی باید هژمونی رو بهش خودشون اسمشون گذاشتن فول اسپکتروم دامیننس. فول سپکتروم دامیننس یعنی در حقیقت
تسلط بلا منازع بر کل جهان. دو کشور در واقع مانع این قضیه هستند، در واقع سه کشور الان میشود گفت، حالا غیر از امریکای لاتین، یکی چینه، یکی روسیه است، الان هم تا حدودی ایرانه که رابطه گسترده ای با اینا داره. بنابراین اینا باید از پیش پا برداشته بشن و در واقع فقط مسئله تسلیم ایران نیست، مسئله چین و روسیه. بنابراین حالا از مجموعه این دوتا، یک مسئله تسخیر ایران، گرفتن تهران احتیاج به سرباز داره که اینا ندارن و اینا به تدریج زدن ارتش امریکا رو کوچکتر و کوچکتر میکنن و فقط میخوان از طریق هواپیماهای بی‌سرنشین و تکنولوژی که اینا امکان پذیر نیست سرباز احتیاج دارن، boots on the ground به قول معنی. و بعدش هم میدونن که ایران، مردم ایران مقاومت خواهند کرد و بعدش حکومت محکم‌تر میشه و بهتر در چیز اینا تمام مثلا نظریه پردازاشون این رو چیز کرده، یعنی چنین حمله‌ای به نفع حکومت خواهد. بنابراین پیشبینی این که چه خواهد شد بسیار بسیار مشکل. من هر چی فکر میکنم نمیتونم، فرضاً در حدود 2 یا 3 ماه پیش این نظر رو گفتم که ایران به امریکا به ایران حمله نخواهد. الان با اطمینان چیزی نمیتونم بگم این حرف، برای اینکه تبل جنگ الان نتانو از طریق اصلاح همین ارشد که مجله فارین افرز به صدا در اومده نیویورک تایمز عزیزان نگاه بکنم و من تقاضا میکنم از عزیزان نیویورک تایمز حتما باید ما بخونیم، برای اینکه سخنگوی واقعی هیئت حاکمیت آمریکاست و اگه ما بخوایم ببینیم سیاست های اینا چه سودی داره باید نیویورک تایمز رو مطالعه بکنیم. مخصوصا مجله نیویورک تایمز هفته گذشته مقاله مفصلی داره که چرا به ایران باید حمله بشه و ایران حمله خواهد شد. بنابراین من فکر میکنم که اینا بتونن سناریوی لیبی رو در ایران پیاده بکنن. من فکر میکنم بتونن سناریوی سوریه رو در ایران پیاده بکنن. حالا نکته دیگه ایران هم همونجوری رزت نمیرس. امریکا نه تنها باید بره و پای تخت این کشورها رو بگیره، بلکه همیشه باید آلترناتیو رو هم تعیین کرده باشه. ما میدونیم که در لیبی چه کار کرد و چطور محمود جبری و مصطفی عبدالجلیل به یه مش از خیانتکارا و طرفداران ملک ادریس رو در بنغازی به عنوان به حساب چیز تقویتش کرد و به رسمیتش شناختش. ما میدونیم که داستان به دولت موقت. در ترکیه هم الان آقای اسد قلیون هست و آقای امام اسد به حساب این فرق میکنه با اسد چیز، اونا رو به حساب به عنوان آلترناتیو در ترکیه رو وجود آورده. حالا خواهیم دید که رضا حتی برای سوریه هم مشکل خواهد داشت، ولی برای ایران فوق العاده مشکل تره. بنابراین ما بینه برای اینکه به اصطلاح نتیجه گیری بکنم بین دو گرایش ما وجود داریم. یکی عبارت از اینه که در بین هیئت حاکمه امریکا و اسرائیل اختلاف هست به دلیل مشکل بودن تصرف ایران، ولی دومیش عبارت از اینه که نئو کنسرواتیو ها و ملیتری اندستریال کامپلکس مجتمع نظامی دارن و صهیونیست ها با شدت هرچه تمامتر دارن فشار میارن که به ایران حمله بشه. اینه که واقعا چه خواهد شد تا الان من نمیتونم جواب رد یا مثبت یا منفی داشته باشم، ولی به نظر من هیچ کدوم از این سناریوهایی که در عراق و افغانستان و لیبی و و حتی سوریه چیزه نمیتونن در اونجا پیاده بکنن و به همین دلیل هست که صدای ما هر کدوم از ما حیاتی با ما هم بود. فکر نکنیم که صدای تک تک ما مهم نیست و اینا حق کنیدش برای عزیزان صحبت رو ببینید. برای عراق موقعی که میخواست امریکا و عراق چیز بکنه تمام دستگاه‌های ارتباط جمعی در بس چند نفر افتاد، یکی احمد چلبی بود، یکی فعاد عجمی بود، یکی کنعان وکیلی هم که اونم عراقی بود. تمام اینها امریکا رو همجوری و عراقی ها تا جایی که من یادمه صداشون در نیمونم، ایرونی ها حسابی صداشون در اومده و ما باید به این مسئله افتخار بکنیم واقعا که همین تظاهرات ها، همین مخالفت ها، همین صدای ما علیه جنگ بالا اومدن نقش واقعا بسیار پر اهمیتی داره. بنابراین بسیار everything is on the balance، یعنی بسیار معلوم نیست
و در نتیجه به همین دلیل به دلیل مخالفتی که در درون هیئت حاکمه است ما میتونیم اون جناحی رو که مخالفه در حقیقت تقویتش بکنیم. این صحبت من تمام. خب حالا من حاضرم که برای پرسش پاسخ ما به عزیزان که سوال دارم سه دقیقه فرصت هست که نظر اگر دارم اگر سوالی دارم و آقا موزید هم در عرب سه تا چهار دقیقه کافی جواب میدن در به سوال یک سوال یک جواب هست به یه سوال پیش و یه میک وایرس میکروفونی اینجا هست میشون بچرد نه روشن نگاه کنه باشن نه باشن پاسخ مختصر این عبارت از اینه که عزیزان میبینم یا من پاشم عرصبت که ما فقط مخالف جنگ هستیم، مخالف تحریم، مخالف دخالت های امنیتی، عمومی، جاسوسی، انفجار، کشتن دانشمندان و همه اینا. رژیم باید به دست مردم تغییر بکنه وگرنه جنگ امریکا علیه ایران آغاز شده. ببینید به قول فان کلاوسویتس میگه که جنگ عبارت از ادامه یک سیاست با وسائل دیگر است. در واقع اینها از سالها پیش هم کشتن دانشمندان رو، من لیست دانشمندانی که کشتن در جلسه قبل آوردم، همین که خرابکاری، هم انفجار، هم همه اینها، یعنی در حقیقت هم تحریک به احساس چیزهای قومی در دوروبری، همه اینها در حقیقت جنگ علیه ملت ماست. جنگی که امریکا به اسرائیل آغاز کردن واقعا علیه حکومت نیست، علیه ملت ماست. این رو باید در نظر داشته باشیم. بنابراین ما مخالف تمام اینهایی و آره موافق مذاکره هستیم. مذاکره که هستیم به این معنا بذارید براتون، چون دو سه دقیقه امیدوار هم وقت داشته باشید. شما ببینید جنبش دموکراتیک و سبز ایران چه زمانی آغاز
آغاز شد و مردم اومدن تو خیابان توفون آسا، زمانی که تازه اوباما سرکار اومده بود و به نوعی شمشیر دامپرس جنگ رو به طور موقت از سر ایران برداشت و مردم متوجه شدن که الان دیگه دشمن خارجی مهم نیست، دشمن داخلیه که مهمه و باید برداشته بشه و اومدن برای برداشتنش رو خیابان. پس ببینید اگر این شمشیر دموکراس یعنی تهدیدات امریکا برداشته بشه، جنبش دموکراتیک و سبز ایران دوباره اطلاع میکنه، دستگاه های امنیتی امریکا دقیقا اینا میدونن و مخالفت من با بعضی ها که فقط ایران رو به دولت ایران رو محکوم میکنن ولی امریکا رو اینه که تهدیدات امریکا ضربه بزرگ به جنبش مردم ایران هست و جنبش مردم ایران رو ما باید تقویت بکنیم و راه تقویتش عبارت از اینه که دشمن خارجی به خطرش رو باید حذف بکنیم. تا تو برنامه های خود من جنبش سبز که آغاز شد، من یک ذره از امپریالیسم و اینا اصلا صحبتی نمی کردم، فقط لبه یه تیز مبارزان علیه رژیم و دفاع از جنبش. الان مدتی این کار رو نمی کنم، در حقیقت به اصطلاح در یه تیز هم گذاشتن که امپریالیسم خیلی واضحه. چرا؟ برای اینکه هر لحظه ما باید ببینیم که خطر واقعی و خطر اصلی کجاست. بنابراین ما مخالف هر گونه دخالت خارجی هستیم و در نتیجه این طور زمینه آره مذاکره، صحبت مذاکره باید توافق با مذاکره داشته باشه و در نتیجه این کمک میکنه به جنبشی که از دو سال و نیم سه سال پیش آغاز شده و اون رو ما باید تقویت بکنیم، این جنبش رو باید پیش برسیم. آقای مهید خیلی ممنون از اینکه اومدید دالاس و این برنامه سخنرانی رو گذاشتید. ممنون. دو تا سوال داشتم. یکی این که تو صحبتاتون خیلی خوب و سیستماتیک پروسه به وجود اومدن و همکاری با روی کار آوردن جمهوری اسلامی رو توضیح دادید و بعد رسیدید به یه جایی که گفتید که این جمهوری اسلامی با یک تضادهای شدیدی با آمریکا یا غرب به هر حال داره و در نهایت گفتید که این تضادها بسیار بسیار پیچیده است و ساده نیست. خود از خود یعنی جمله خودتون هست و ساده نیست. ولی من خیلی دقت کردم چون میخواستم بدونم که این تضاد غیر از مسئله انرژی اتمی که بعداً بهش خودتون پرداختی، موقعی که اینو گفتید که تضاد بسیار بسیار پیچیده است و ساده نیست، ممکن توضیح بدید چی هست این تضادها؟ که این تضادها حالا قراره به باعث جنگ بشه غیر از در نظر گرفتن مسئله انرژی اتمی. یه سوال اولم یا نکته اول، نکته دومم در موردی که من فکر می‌کنم شما به درستی گفتید که امپریالیسم برای تمام کشورهایی که در نظر داره که درش یکی مثلا بحران‌های ایجاد شده یا بحران‌های ایجاد کنه سعی به آلترناتیو سازی می‌کنه، آیا شما فکر نمی‌کنید که آقای تریتا پارسیان توی همین مجموعه می‌گنجه؟ نه، هرچند که سوال اولتون به این دلیل پیچیده است، این مقاله مفصلی ارسال که جورج کوهن از خبرنگارای نیویورک تایمز زمانی که خامنه ای اگه یادتون باشه بعد از اینکه جنبش در خرداد چیز سیوم خرداد 1388 خامنه اون نطق خیلی معروفش رو کرد که گفت احمدی‌نژاد برده به خفه بشه، اگه یادتون بیاد. توی اون نماز جمعه جورج کوهن خبرنگار معروف نیویورک تایمز شرکت میکنه و بعدش مقاله مفصلی راجع به قضیه نوشته بود که با یکی از سران بسیج صحبت کرده که معلومه به اصطلاح به قول معروف یک اتاقه چه چیز بوده، یعنی از سران بسیار جریان بوده، بهش گفته که محال ما بذاریم اصلاح طلبان با امریکا کنار بیان، ما باید کنار بیان. حالا یه نکته
نکته دیگه تو همین کتاب تریتا پارسی که شما الان چیز کردی که به نظر من کمتر کسی افشاگری از جمهوری اسلامی کرده هر شبه که مثل تریتا پارسی. تریتا پارسی تو کتابش همین تراچرس الائنس که اسم بردن صحبت از این میکنه که در ابتدای انقلاب یعنی هفتش ماه نگذشته بوده خمینی احمد کاشانی رو یعنی پسر آیت الله کاشانی رو شخصا میفرسته به اسرائیل با سه تا پیشنهاد. یک اینه که جمهوری اسلامی اسرائیل واسطه بشه که با امریکا دوباره جمهوری اسلامی رابطه برقرار کنه. دو نقشه به اصطلاح تأسیسات اتمی اوزیراک در عراق رو به اسرائیل میده و از اسرائیل میخواد که تأسیسات اتمی اوزیراک رو در عراق بمبارون بکنن. سوم گرفتن اسلحه که بعد ما میدونیم دوبارهش جریان ایران کانترا شد که در حقیقت هنوز جنگ ایران عراق شروع نشده ولی خمینی میخواست از اسرائیل کمک بگیره برای اینکه در واقع هدفش به اصطلاح آغاز حمله بود، آغاز استراتژیک بود. بنابراین از ابتدا واقعا اینا میخواستن به نوعی مصالحه برسن با امریکا. این یک طرف قضیه است. ولی سر امریکا هیچ وقت زیر بار نرفته. تا جایی که تونست از جمهوری اسلامی استفاده کرد. هم برای قمع چپ ها، هم مجاهدی، هم در واقع تمام نیروهای ترقی خواه. و هم آغاز جنگ ایران عراق و هم به عنوان صدی در برابر شوروی. ولی بعدم که همه اینها انجام شد، تاریخ مصرفش تموم شد. حالا میرسم به اینجا که ببینید پیچیدگی این قضیه که شما سوالتون راجع به اینه که چرا پیچیده است. از یه طرف جمهوری اسلامی واقعا خودش رو در کمپ غرب میبینه. از ابتداشون اینجوری بوده. از طرف دیگه تسلیم کامل هم نمیشه. نمیتونه تسلیم بشه. چون در ماهیتش دنباله انقلاب و دنباله انقلاب ضد امپریالیستیه. بنابراین اگر با امریکا به طور کامل کنار بیاد به تسلیم کامل بشه همون 10-15% کامنی های ایران که به اصلا همیز طرفتش اونا هم هست درستی یعنی مساوی با پایان عمرشه. مجموعه اینا رابطه ایران به امریکا رو کامپلکس و پیچیده میکنه و ما در این رابطه کامپلکس و پیچیده است که الان مسئله حمله نظام به ایران رو هم باید در نظر بگیریم که آیا برای اینکه امریکا هم بسیاری از این اصلاح سران سیلایه و پنتاگون بهشون میگن شما اگر بتونید ایران رو تسلیم بکنید خیلی بهتره تا خطر جنگ خطرات عظیمی برای امریکا و اسرائیل خواهد داشت ولی بهتره که ما تسلیمش بکنید. بنابراین عزیز این داستانش به اصلاح این مسئله پیچیده بودنش. راجع به تریتا پارسی من نمیخوام راجع به افراد صحبت بکنم برسالتی در اینکه اهمیت ایسا چیزی رو نمیشون بفرد. سوالی که من داشتم این استش که سیاست های ایالات متحده و غرب رو ما تو دههای گذشته دیدیم. حمله به ویتنام، حمایت از دیکتاتوری های متفاوت در کشورهای متفاوت به این سیاست آشنا هست. از سوی دیگه هم گزینه جمهوری اسلامی در ایران هستش که تو 30 سال گذشته مردم ایران رو سرکوب کرده، جنبش ایران رو سرکوب کرده و در واقع جمهوری اسلامی یکی از همدست های همین دنیای غرب بوده در دههای گذشته، در 3 دهه گذشته. اون چی که مهم هست مردم ایران هست، جنبش مردمی ایران هست که هر موقع ایالات متحده کشورهای غربی این خطر رو بینه که جنبش مردم ایران ممکنه طغیان بکنه و بساط جمهوری اسلامی و دیکتاتوری رو در هم بپیچه وارد کار میشن. در این مقطع هستش که با دخالت خودشون، یعنی اون چیزی که در سال 32 انجام دادن، جنبش مردمی ایران رو با یک کودتا سرکوب کردن، سال 57 به قول شما زیر بغل خمینی رو گرفتن و جنبش سال 57 رو سرکوب کردن، دوباره امروز جنبش در بطن جامعه در جریانه، مردم در مقابل جمهوری اسلامی ایستادگی میکنن. باز هم ایالات متحده و دنیای غرب میخواد وارد بشه، نه به نظر من از طریق جنگ،
بلکه با برسر کار آوردن یک حکومت دست نشانی دیگه. یعنی به نظر من انتخابات ریاست جمهوری دفعه قبل ایالات متحده فکر میکرد که موسوی برنده میاد بیرون و ساپورت خودش رو ریخته بود پشت اینا، یعنی یاهو، فیسبوک، نمیدونم سی ان ان، فاکس نیوز، تمام این مسئله رو اومده کرده بودن که یک رهبری دست نشانده بر سر جنبش مردم ایران حاکم بکنن. یعنی این جنبش مردمی که داره میره با جمهوری اسلامی مقابله بکنه و رو در رو بشه و سرشاخ بشه رو به کنجراغ بکشن و یک سری الیمنت های دست نشانی خودشون رو دوباره بر سر کار بیارن. من با صحبت شما موافقم که سناریوی شاید افغانستان و عراق در ایران رو انجام نمیدن، ولی در پی آوردن عناصری هستن که با بخشی از جمهوری اسلامی بودن و در عرض این مدت سیاستاشون کاملا مشخص بود. یعنی آدمی مثل خاتمی دو دهه ریاست جمهوری مملکت در دستش بوده، یا کروبی رئیس مجلس بوده و و و و و با سرمایه گذاری بر سر این عناصر جنبش مردم ایران رو دوباره به کجراه ببرن و احیانا بتونن یه حکومت مورد دفاع خودشون رو دوباره این دفعه به جنبش ما تحمیل کنن. نظر از اون دقیقه رو صد درصد باید من نظرتون بگم، چون نظر 80% از مردم ایران مطابق با نظر شما نیست. به همین دلیل که مردم رفت رو میخواهی سن میخواهی شاید که ببینید عزیز، ما در خارج نشستیم و میتونیم خیلی صحبت ها بکنیم. مردم ایران تو باقی دیگه می هستن. هدف مردم ایران عبارت از اینه که شدنی ترین، عملی ترین، مسالمت آمیزترین و کم هزینه ترین راه رو برای از بین بردن و احساس ساقط کردن این رژیم کار ببرن. در نتیجه هم از خاتمی به عنوان یک پلکان استفاده کردن، هم از موسوی و هم از کربلا و هم از خانم زهرا رهنمون. و اما آیا اینا دست نشانده های غرب هستن یا نیستن؟ شما صحبت های نتانیاهو دقت بکنید. نتانیاهو موقع به اصطلاح 88 اعلام کرد که احمدی نژاد رو بر موسوی ترجیح میده. و من این رو با اطمینان قطعی میتونم به شما بگم که نظر دولت امریکا هم همینه، که اینا احمدی نژاد رو به خاطر موسوی و کروبی ترجیح میدن. چون امریکا امکان نداره هیچ گونه آزادی به دموکراسی رو بتونه تحمل بکنه، در حالی که جنبش ایران که در واقع موسوی هیچگاه به اصطلاح ادعای رهبریش رو نکرده ولی به طور طبیعی رهبر شده. به نظر من یکی از طبیعی‌ترین راهکارهایی که بسیار کسی میتونه رهبر بشه اینه که مردم رو رهبرش بکنه، و همونطور هم شد که تا الان مقاومت کرده و بهاش داره میپردازه. بنابراین از نظر امریکا و اسرائیل موسوی و کروبی خطر بزرگ در حالی که احمد نژاد چنین چیزی نیست. بنابراین با این نظر شما که اینا دست نشان به هم خاتمی و موسوی و کروبی هیچ وقت موافق نیست. من دو تا سوال کوچولو دارم. یکی این که تو اوداسیتی و هوپ مال آقای اوباما یک جمله ای هست که من کتابش میخونم، فقط میخوام ببینم اوباما کجای واقعا نوشته بود که به حساب فاشیست آمریکا گلوی ما رو گرفته. چی آمریکا؟ فاشیست آمریکا گلوی ما رو گرفته و ما داره خفه میکنه. من میخوام ببینم که این پرزیدنت قبل از پرزیدنت بودن و بعد از پرزیدنت بودن نظر شما در باره اسم میشه. دونه که دوم این که جنگ شروع شده، من 6 سال پیش آبادان بودم، من از آبادان اونجا با هم میزشتن، یعنی جدا کردن خودستان خیلی مشتن کار میکنن.
خیلی دارم اشکار میکنم. مثلا هم رسانه‌ای هستن اینجا که آبادانی میگن عبادان، خوشترم میگن محمده، شادگان رو عوض کردن اسمان. آیا فکر نمی کنید به جای جنگ اینها تصمیم گرفتن که جدا کنن ماها رو از هم؟ یعنی ارزونتر نیست واسه شون؟ خدمت. راستش من کمتر کسی به ریاکاری اوباما دیدم، حتی جورج‌بوش هم اینطور نبود. جورج‌بوش میگفت باید بزنیم بکشیم نابود کنیم فلان رو میکرد، این همه قرارا میکنه. اون وقت ببینیم چطور صحبت میکنه. اینا مارای سمی خطرناکی هم واقعا ضرباتی که هم کلینتون دموکرات و هم اوبامای دموکرات و مردم به طبق کارگر امریکا زده هیچ کنون از جمهوری خواهان نتونستن تا حالا بزن. شما به قوانی که در زمان کلینتون گذشت پنج برابر زمان جورج بوش پدر علیه کارگر و کمکی که با وال استریت کرده، تمام قوانین رو که به صلاح تمام این بحران چرا به وجود اومد؟ در زمان کلینتون بود که این قوانین برداشت شد به کمک آقای پرستاره که رابرت روبین که در حقیقت رئیسش بود. رابرت روبین به صلاح رئیس گولدن ساکس و سیتی بنک آوردش، کلینتون رو کلینتون کرده اصلا. این راجع به اوباما که واقعا بزرگترین خدمتی که به هیئت حاکمه کرده سرکوب جنبش ضد جنگ، تفرقه انداختن در درون چپ امریکا، سرکوب لاتینوها و تمام امریکا را خاموش کردن. خاموش شد تا جنبش وال استریت اومد و وقت ریاکاران گفت آره من هم طرفدار جنبش وال استریت هم. ریاکار وحشتناک. دو عبارت هست اینه که شما میگید آیا ساده‌تر نیست؟ کاملا. ببینید شما اگر به نوشته های اصطلاح نو کنسرواتیو ها در یکی نیو ریپابلیک، یکی در ویکلی استاندارد، این دو تا مجله است که نظرات اینا رو واقعا باید خوند و بخش سرمقالات وال استریت جورنال نیو کنسرواتیو ها در این سجا قلم بزنن. شما بخونید که اینها چه برنامه هایی دارن برای کشورهای مثل سوریه رو مثلا پنج تیکه میخوان بکنن، عراق رو سه تیکه کردن حمله رو، به همین طرف ایران میخوان خواهی که پارا بکنن، از بلوچستان گرفته تا کردستان گرفته تا آذربایجان. یعنی تمام این ایده اگر بتونن مسلمه که براشون راحت تره، ولی آیا میتونن یا نمیتونن بحث بر سر اونه. من فکر میکنم حس ناسیونالیزم در ایران به جایی رسیده که اینا موفق نمیشن در این قضیه. این حدس من به نظر من، شاید ما بتونید من رو به چالش بگیرید، ولی فکر نمیکنم در این زمینه. یعنی تمام راه ها رو من یه چیزی بذارید براتون از همین روزنامه نیویورک تایمز براتون بخونم که اینو من همین شنبه چیز کردم که یه به اصطلاح مقاله مفصلی که در مجله نیویورک تایمز اومده، شماری ملاقات های پنهانی از سال 2004 تا 2007 میان داگان رئیس سابق موساد، رئیس عموم موساد که الان کسی دیگه اومده به جاش و مقامات امریکایی صورت گرفت و یک استراتژی پنج ماده‌ای میان اونها بسته شد و به توافق رسیدن که اون کسی از امریکایی‌ها که باش چیز کرده همین هر شبت که بهش میگن ویلیام برنز، اگه معاون وزارت خارجه امریکا بوده و هنوز هم فکر میکنم هست. این پنج تا برنامه چیه؟ یک، فشار سیاسی که الان ایجاله کردن ایران، فشار سیاسی در سازمان ملل بسه. دو، عملیات پنهانی، انفجارات و غیره و غیره. سه، اقدامات ضد گسترشی که فرضاً توی سانتریفوژها نواد رو که میخواد ایران بخره قاطی میکنن چیزایی که سانتریفوژها رو دارون میکنه. چهار، تحریم های شدید اقتصادی. پنج، تغییر رژیم. تمام اینا رو اصلاح بین امریکا و اسرائیل چیز رسید. یعنی در واقع همینطور که عرض کردم حمله نظامی آخرین بهش میگن به حساب it's still on the table
هنوز رو میزه ولی آخرینه. ولی جنگ آغاز شد محلی و دارگان هم حالا ببینید چقدر دارگان مالف جنگ میگه، میگه که با همینا ما میتونیم رژیم را از پا در بیاریم، شما لزومی نداره که همه نظامی بکنم. علت مخالفتش اینه، نه اینکه مثلا طرفدار ملت ایرانی یا فلان، میگه نه ما از این دلیل میتونیم. یعنی منظورم اینه که همه اینا رو دارن انجام میدن. در این انتخابات انتخابات عادی که هست، ولی من مثلا اشاره کنم که کسانی مثل اسامی مثل آقای فرخ نگهدار اصلا کمپین رو داره توی گونگا. اگه بگید که با آتریه مصابه کرده که حتما باید رای بدیم به این رژیم باید رفت و بنجیری هرچی بیشتر شکرد. خب میدونید جهاله که برای این یه راستنه و نشتنه که باید فرخ نگهدار اخیرا بازشت شد آخری خبری که من بنامه. اوکی، حالا راجع به افراد صحبت نکنیم، ولی به نظر من هم گزارشات که از ایران برام میرسه مردم میخوان تحریم بکنن، هم تمام طیف اصلاح طلب تحریم کرده که این برای اولین بار در عمر جمهوری اسلامی که اصلاح طلب ها که همیشه به اصلاح در انتخابات مثل فرخ نگهدار بودن در حقیقت که باید حتما شرکت برای اولین بار تحریم کردن. بنابراین به نظر من با تمام قوا باید این انتخابات رو تحریم کرد و تحریم فعال باید کرد، نه فقط تحریم فعال باید. بنابراین تعجب آوره که این آدم اصلا اگر نکته بیارم اقوانا آقای من خودم آقای آقای نگهدار نیستم، الان فکر کنم شاید دیشب نظر نوست کرده و این تا هفته گذشته که من آقای داره همچون سریدم مخالف انتشار کرده میخواه بودن و این خبر مدام بارم باش نسبت باش اوکی آقای دکتر، اولا خیلی ساده میکنم که خدمت باشیم به سخنرانی بسیار جالب و جالب بود. من یه سوال داشتم، آیا این رابطه انتخابات امسال با رابطه زمان کارتر اون زمان حاصل سیچویشن بود الان این دکتر را پیشی بیدن، این دوتا را در رابطه میدارید که ایرانی ها سمپاتیک هستن برای ریپابلیکن؟ اون سال زمان کارتر اونطوری بود، ریگان اومد سر کار، ایشیو رو ملک آوردن بالا تا اینکه دموکرات ها کارتر پرزیدنت شد، دست داد ریگان اومد رو کار. الان هم که همون ایشیو همون شرایط هست، برای در این حال مسئله نوکلر و انرژی و جریان ایران هست، بادم دموکرات برسیس ریپابلیکنه. این دوتا را در رابطه میدونید با هم؟ رابطه چی با چی؟ مسئله اینه که من فکر میکنم اون برنامه های سیاسی که توی ایران بین همون برنامه هست، اینا مثل به نظر میرسه اینا بیشتر با ریپابلیکن ها در تماس باشن با اینکه دموکرات رو بخوان روی پرزیدنسی بیارن. من به طور حالا من نمیدونم چطور تو رو بازی به طور کلی تو میخوام عرض کنم که اون زمان کارتر از دست داده چیز کرده، از لازم پرزنسی از دست داد به خاطر همون هاستیج سیچویشن. این الان هم که مسئله نوکلر انرژی ایران هست با اوباما سیچویشن. به بال من اینه که اینا میخوان اوباما انتخاب نشه، ایران میخواد اوباما انتخاب نشه. این از یه جهت سوال جالبه که جمهوری اسلامی و اون کور یعنی هسته قدرت اصلیش که آخدام باشن واقعا همیشه آمیز به جمهوری خواهد. همونطور که شما گفتیم کارتر سر کار بود، ولی خمینی از پشت با جمهوری خواهد
با ویلیام کیسی و اون موقع پدر جورج دبلیو بوش به اصطلاح رئیس سی‌آی‌ای بود و معاون رئیس جمهور در پاریس به توافق رسیدن اینا صحبت کردن رو یعنی با جمهوری خواه بودی جمهوری اسلامی همشه و نه بودم دشمن دموکرات ها حالا این رو شما میخوایید بیاریم به امروز روز رو میگید که فرضاً از این انتخابات برداشت من از سوالتون اینه که از این انتخابات میخواد جمهوری اسلامی استفاده کنه که اوباما بیوخته به جمهوری خواه به من سر کن این رابطه رو الان من نمیدینم با اون شکل این رابطه رو با اون شکل نمیدینم در اینکه اولا الان جمهوری خواه فوق العاده بسیار هار شدن و واقعا امکان این که اگر هم سر کار حمله نظامی بشه با اینکه یه جناح از جمهوری اسلامی واقعا بدش نمیاد که حمله بشه به ایران اینو باید اذعان کرد ولی اون رابطه یه بسیار تنگاتنگ رو که در اون زمان کارتر اتفاق افتاد نمیبینم در این حد من میتونم جواب بدم به سوالت و در این حال عذر میخوام حالا این یه پیشبینی نباید این پیشبینی من فکر نمی کنم هیچ کدوم از جمهوری خواه بشن اوباما خواهد شد ولی که واقعا کار کرده در این سیستم من اگر سوال دارم که سیستم سوال ندارم فقط ضمن تشکر از دوستانی که دیروز اونجا هم میگرم دیدیم خیلی ممنون که تظاهرات فقط میخواستم بگم که یه اپورتونیتی دیگه هست ما سه شنبه شب داخل دالاس بیسنر سخنرانی به زبان انگلیسی دکتر هست و قرار هست که بچه های اکتیویست اونجا بیان من فکر میکنم که با توجه به اینکه به اصلا تظاهرات اول ما تظاهرات بعدی داریم از دوستان خواهش میکنم اگر مایل هستن که تشریف بیارن بعدا چیز کنه که آدرس و ساعت و اینا رو بهشون گفته بشه خیلی ممنون چی میگذره خارج از کشور و چی میگذره در توی داخل صحبت کرد ولی اینکه باید چه باید کرد و چگونه این مبارزه رو به نتیجه نزدیک کرد که اگه در این مورد در نقطه تون صحبت کنیم خیلی بهتره اینکه تضاد خارج از کشور اینکه سیاست های آمریکا چی هست و چی نیست و بعد برگردیم به تضادهای درون یعنی داخل کشور و اینا رو بتونیم تنظیم کنیم و از اون یک خطمش درستی در مبارزه آینده برای محدود نتیجه گیری کنیم در این مورد چی فکر میکنیم؟ یکیش یک جمعش که فقط همین مسئله رأی‌گیریه آیا نمیشه از این مسئله استفاده کرد برای بالا بردن تضادهای درون حکومت در داخل ایران و از این طریق اینا رو مستحلکتر کرد در این قسم شیوه های مبارزه چگونه میشه هر شبت که یک به نظر من تقییم این انتخابات میتونه بزرگترین ضربه به رژیم باشه بنابراین الان مبارزه مردم یکی از راه های مؤثر مبارزه مردم تحلیل انتخابات و اینکه همان حساسیت هم همه جهان و هم در داخل حساسیت نسبت به این قضیه هست بنابراین موقعی که صحبت از تحریم فعال میکنیم یعنی که راجع به تحریم باید تبدیل بشه و باید بگیم با چه هدف سیاسی باید این انجام بشه و از این طریق باید آگاهی مردم رو بالا ببریم نه اینکه فقط بریم تو خونه هامون بشیم فرضاً اگر یک ذره اینا فضا رو چون میدونیم مسیر انتخابات همیشه فضا رو یه مقدار باز میکنن هم قبل از 76 فضا رو باز کردن برای خاتمی هم 88 مقدار رو باز کردن و مردم دیدی چه استفاده ای کردن جشنواره بوده تو خیابون الان هم کوچکترین چیزی اگر به وجود بیاد مردم باید بیان تو خیابون و حتی علیه انتخابات باید رأی چیز بکنن شعار بدن یعنی در واقع باید تحریم فعال باشه این یکی از راه های بسیار مؤثر مبارزه است بنابراین این یکی دوم راجبه اینکه در خارج ما چه کاری میتونیم بکنیم
نظر خودم رو به عزیزان میخوام اینجا بگم با اون عبارت از اینه که ما باید پشت جبهه مبارزات داخل باید باشیم. تمام آلترناتیو سازی ها در خارج ضربه به جنبش. اینجا من میخوام زیرش خط بکشم. تمام اینا برای اینکه امریکا الان کوششش اینه که یک مصطفی عبدالجلیلی پیدا بکنه، یک احمد چلبی پیدا بکنه، یه حمید کارزایی پیدا بکنه و غیره و غیره که تا الان موفق نشده. و این به دلیل مبارزات مردمه، به دلیل این که در هیچ کدوم از این کشورها جنبشی مثل جنبش دموکراتیک ایران وجود نداشت و مردم ایران میدونن که در واقع آلترناتیو و رهبری کجاست. این زندان در ایران، آلترناتیو تو زندان و مردم میدونن. نه در مصر اینجوری بوده، نه در لیبی اینجوری بوده، نه در هیچ جای دیگه. یعنی ایران از مصر 30 سال جلوه، از افغانستان، از عراق، از تمام اینا 30 سال جلوه. تمام این چیزهای اسلامی که الان امریکا در کشورهای دیگه داره چیز میکنه، مردم ایران 33 سال تجربهش کردن و در برابرش یک جنبش عظیم به وجود اومده. اصلا فقط رو میخوام بنابراین راجع به اینکه در خارج ما چه کار باید بکنیم، ما باید پشتیبان و پشت جبهه مبارزات داخل باید باشیم و از تشکیل هر گونه از این مثلا آلترناتیو های باسمه ای و در واقع دست نشانده باید جلوگیری باشیم. یادم راجب سوسیال امپریالیسم یا اون تز معروف که مروز هم امریکا در حال اصول و شوروی در حال استقلال. نه عزیز، اینطور نیست. به هیچ وجه درسته که دوچاره بحران ساختاری امریکا، ولی اینه که حالا از این بحران ساختاریش ما استفاده کنیم، بذاریم حمله نظامی بکنه و بعدش از آن فرمی پاشه با ما آزادی رو به دست میاریم. البته اینطور نیست. یعنی فکریه که واقعا stretch of mind به قول معروف این خیلی آدم باید فکرش بسازه. به هیچ وجه ما چی کار باید بکنیم اگه در داخل ایران؟ اینو سوال رو بسازه که دیگه از عزیزان کرد. مردم ایران از کشور دفاع خواهند کرد. اگه بسیجی ها اومدن بذار بیرون، پاسداران اومدن بذار بیرون، ولی مردم ایران با چنگ و دندان از خاک ایران دفاع خواهند. ما بخواهیم یا نخواهیم اینه که نمیدونم. ما بنابراین اگر اسلحه بردارم به نفع رژیم رو یا به نفع رژیم نیست، شما در این پروسه خود رژیم رو از پا در میارید. ولی دشمن اصلی مردم ایران، شما ببینید، بذارید من مثال رو براتون بزنم. الان این کشور فکستانی، حالا نمیخوام ملت بزرگی که هستن، ولی دولتش رو عرض میکنم، یه دولت مسلمان همسایه اومد به ایران حمله کرد، حمله نظام. کینه مردم ایران هنوز از دلشون، هرچی من تو صحبت هم اگه دقت کرده میگم، این جنگ رو خمینی آغاز کرد مثل امام حسین، به هیچ وقت گوششون نمیشون. هنوز دشمن مثل عراق. امریکا اگه حمله بکنه از 10,000 کیلومتر اومدتر آمده، یک کشور غیر مسلمانه، بالا سر زن بچه مردم اگه تو پندار امریکا رو بیاد، وقت میبینی که مردم ایران چه خواهد کرد.
در ابتدا مردم عراق تا حدی استقبال کردن ببخش، ولی بعد از گذشت زمان مردم عراق فهمیدن که نیروهای اشغالگر چیان و چیان. شما داستان حدیثه رو بگید، داستان نمیخوام اسم ببرم که چی شده اونجا. یعنی مردم رو دفاع خواهند کرد از ایران، اینه که جمهوری اسلامی اکثر آنش نسبت به این قضیه چی هست و با از تقویتش و تضعیفش میشه، اونا مسئله سنتی از ایران باید دفاع بشه. فرمودید که ما بایستی مخالف هر گونه مداخله خارجی باشیم. من با این مطلق گرایی مقدار مشکل دارم. ممکن است که به لحاظ فلسفی توضیح در این مورد بدهیم، زیرا که هیچ گونه تحولی بدون تاثیر دیالکتیکی شرایط خارجی بر عوامل درونی امکان‌پذیر نیست. از جمله گفته خود شما استناد میکنم که فشار کارده به رژیم شاه جهت پذیرش نمایندگان کنترل بشر در زندانها تأثیرات مهمی بر جای گذاشت. بدون اینکه خواسته باشم دو رژیم شاه و خمینی رو ماهیتا از یک نظر بکنم. خوچه عزیز، اگر واقعا اولا اجازه بدید این رو عرض بکنم، از نظر دیالکتیکیش به نظر من ما خواهانه دهکده جهانی هستیم و قول مزاراش، ولی در شرایط برابر و انسانی و نه دهکده جهانی که اینا دست کردن. ولی ما سوسیالیسم واقعا خواهان اینه که جهان به صورت یک چیز یک پارچه در بیاد و بین کشورها رابطه دوستانه و متقابل وجود داشته باشه، تا دوستانه نه رابطه سلطه و تابعیت. در نظام سرمایه داری رابطه سلطه و تابعیت در حالی که در پس این نظر دیالکتیکی. و اما مقایسه این شاه زمانی که کارتر به هر حال به اصطلاح اون تصمیمات رو گرفتن و غیره و غیره، تاریخ مصرف شاه تمام شده بود. از سال 1974 از طریق سازمان‌های جاسوسی فرانسه که دکتر معالج شاه می‌دونید فرانسوی بود، CIA میدونست که سرعت خطا میداره، پسرش هنوز نابالغ بود، بنابراین کنترل کشور بسیار مشکل بود. باید آلترناتیوی و یک آلترناتیو نمکزده تو نجف داشتن، بنابراین براشون خطری نداشت. الان در برابر جمهوری اسلامی یک جنبش بزرگ مردمی وجود داره، خطر براشون ایجاد میکنه، بنابراین هیچ وقت نمیان خطر بکنن و طرف یک جمهوری شکل این عظمت رو بگیرن. هر فرصتی که به دست میارن میخوان به این جنبش از طریق در واقع تهدیدهای نظامی، محاسبه اقتصادی و تمام این پنج مورد رو که عرض کردم، در واقع این رو ضربت به جنبشه، ضربت به مردمه، از پادر بردن مردمه و نه حکومت. بنابراین این به اصطلاح مقایسه این زمان با زمان کارتر به نظر من یک قیاس محل فارغ دارم به قول معروف. بنابراین دخالتهاش دخالتهای انسانی نیست، دخالت بشر دوستانه نیست، دخالتهای خانمانه است. من فکر میکنم نه، نظر نظامی توانش داره، برای اینکه ناوگان پنجم امریکا هم اینجاست و میدونه که چه عواقبی و بتونم عرض بکنم که اینا منتظر یک پرل هاربر هستن. شما میدونید که رسان مقالات متعددی بیرون اومده که امریکا همیشه نمیخواد خودش پیش دستی بکنه برای حمله، میذاره طرف مقابل دست به یه عملی بزنه و تحریک میکنه، پروکیشن میکنه، برای اینکه طرف مقابل دست به یه عملی بزنی که وقت بگیر تقصیر من نیست، تقصیر اونا بود. بنابراین بستن تنگه هرمز دو، تنگه هرمز بستنش اینا جنبه های سیاسی شده، حالا جنبه نظامی شده اینطور که عرض کردم امکان پذیر نیست. ممکنه چند تا از این بمب و نافلان اینا بزنه، ولی عملا نمیتونه. ولی از نظر سیاسی ما
نه چین ملل مسیح هیچ کدوم اینا قبل خواهد خواهد کرد. یعنی در حقیقت ایران به طور کامل منزلی خواهد شد از اینجا. بنابراین عملی نیست واقعا، نه نظر سیاسی نه نظر نظامی. سوال جالبیه. صحبت این هست که شاید به اصلا عوامل خارجی در درون پاسدارا بروزیشه یا بسیجا. من الان نقل قول کردم حرفی که از افراد بالای بسیج چیه به اصلا گرایششون بگیره که با امریکا کنار بیان و حتی به اصلا جناح احمد و نژاد امکان یک چنین کودتایی وجود داشته باشه. و من فکر میکنم که حتی خامنه ای اینا یه مقدار از این جهت به اصطلاح ناآرامی هستن، ولی واقعا نمیتونم جواب صد درصد به این قضیه بدم. ولی یکی از آپشنایی که اینا دارن و اطمینان قطعی دارم که در بین سپاه پاسداران و بسیجی ها یک جناح هستن که میخوان با امریکا کنار بیان و حتی خود احمدی نژاد به همین ترتیب و مسافرت هایی که آقای مشایی و پرسرت که آقای سمره و اینا داشتن به اصطلاح مذاکرات کاملا پنهانی با مقامات امریکا حتی اسرائیل داشتن. بنابراین امکان این هست، اونها چقدر بالاست این امکان به نظر من خیلی بالا نیست.
امیدوارم منشور جامعه شناسی رو خونده باشید. من نظر چکیده ی نظر خودم رو نظر به قضیه بدم بهتون. جنبش سبز و این منشور نفی اون چیزی که خمینی پیاده کرد در ایران درست نفی اونه به این معنا که کاملا بر ضد ولایت فقیه، کاملا خواهان آزادی دموکراسیه و کاملا خواهان انتخابات آزاد و برداشتن از نظارت استثباتیه و در مرحله دموکراتی انقلاب تمام اینها نهد انقلاب. و من میتونم این جملاتش رو تک به تک برای شما بخونم که از استقلال ایران دفاع میکنه، از تجاوز خارجی در برابر تجاوز خارجی کاملا میسته و از حقوق مردم ایران دفاع میکنه، نفی تمام اون چیزایی که خمینی آورده. یعنی در واقع جنبش سبز رو من دنباله انقلاب و مشروطیت میدونم که خودش در همین منشور بوده، دنباله جنبش ملی شدن صنعت نفت میدونم و دنباله انقلاب 57 دوران بهار آزادیش میدونم. یعنی یک مثلا مرحله جدید از مبارزات مردم در طی 150 سال اخیر دنباله انقلاب مشروطیت جنبش سبز، دنباله خمینی نیست. خمینی دنباله 28 مرداد بود. این نفی هر دوی اونهاست. این نظر من راجع به این هست. دوم راجع به این که عذر میخوام سوال اولتون من سوال اولم راجع به این که آنکه ایران چه وضعیتی در این اجازه بدید نفس ایران تو این هجمنی و این سرکلمن چین و روسیه چی بگوید؟ حالا بهتون عرض کنم جابه عبرشم مثلا مقاله جالبی توی گلوبال ریسرچ، عزیزان اگه یکی از اون سایت‌های بسیار خوبه گلوبال ریسرچ، یه نفر به اسم ناظم الرقایا، نمیدونم مال کجاست ناظم الرقایا، مقاله بسیار جالبی اونجا نوشته که من جای دیگه ندیدمش، که میگه چرا روسیه و چین برای تحریم های اقتصادی قبلی رأی مثبت دادن با امریکا. اینو من تا حالا جایی ندیده بودم. نظرش اینه که ایران تمایل عمیقش اینه که به طرف غرب بره و چین و روسیه گذاشتن این قطعنامه ها علیه ایران اعمال بشه و اینکه بیفته تو به اصطلاح با اون طرف نره به طرف غرب. اینو من تا حالا جایی ندیده بودم. خب بنابراین تمایل ایران واقعا برخلاف آنچه که خمینی خائنانه میگفت نه شرقی نه غربی، یه دروغ بزرگ غربه واقعا جمهوری اسلامی از اولش غربی و اونم با حزب جمهوری خواه بوده همیشه. ولی امریکا به زور داره میندازتش رو دامان چین و روسیه، همون چیزی که در کوبا اتفاق افتاد. کوبا که نمیخواست، فیدل کاسترو که نمیخواست طرف روسیه بده، دست دوستی به طرف امریکا دراز کرد، همونطور که لنین دراز کرد. عزیزان اگه شما برید روز هم کارخونه فورد رو دعوت کرد که بره اونجا، هم شرکت اکسیدنتال رو، آرمان همر دوست خود لنین بود، آرمان همر میلیاردر معروف امریکایی و رئیس شرکت اکسیدنتال، چند بار بهش ملاقات داشته لنین با احساس آرمان همر. ولی و بعدش از همین تکساس اینسترومنت یه دونه مته به اصطلاح چیزی درخواست کرد ببین برای حرف چار. بعدش به مهندسای روسی گفت که برید آلیاژ اینو پیدا کنید خودمون درست بکنید، قطع کرد، همه چی رو قطع کرد. در نتیجه شوروی مجبور شد رو پای خودش برسه. میخوام اینو به عرض بکنم که خیلی از این کشورها دلشون میخواد که با امریکا رابطه عادی داشته باشن، این امریکاست که میندازتشون به یه طرف دیگه و الان به زور حقیقت ایران رو انداختن به دامان چین و روسیه. که به نظر من مردم ایران اونایی که شعار دادن علیه روسیه و چین و کنار اینا متوجه نیستن که تنها کشورهایی که الان میتونن از حمله نظام به ایران جلوگیری بکنن چین و روسیه. همینطور که الان میدونید به دور کردن
مثلا این سوریه رو تا الان جلوگیری کردن و این شعارهای امنی روسیه و چین به نظر من به ضرر خود مردم ایران هم. بنابراین وضعیت ایران اینجوری اگه بخوایم صحبتش رو بکنیم که واقعا وضعیت بازم کاملا پیچیده میه که تمایل اساسی به اصلا جنوبی اسلامی به طرف غربه، منتها به زور امریکا در اثر این تهدیدهایی که میکنه انداختش به اون طرف. همیشه در زمان خود مثلا همین طوری که این آخونده ها اول قدرت رو گرفتن چی ها؟ ملا خواهد اومدن قدرت گرفتن معمولا در زمان شاه شاه اکثر نیروها رو سرکوب کرد و تنها نیروهایی که آزاد بودن و همه جا می رفتن چیز این آخونده بود. الان هم من خود من در زمان انتخابات جنبش سبز تو ایران بودم و این Voice of America یک کانالی هستش که متاسفانه VOA الان حتی در دهکده های ایران هم که میبین اینا VOA میگیرن و اثرش هم چه ما خوشمون بیاد چه بدن بیاد VOA اثر زیادی روی مردم ایران داره بذاره. میدونم حالا شما میخواییم بگیم که نه واقعا جنبش مردم این VOA رو شناخت میدن، ولی همین اصلاح طلب های بریده که خیلی دارن میذارن بیرون بیدن بدن میان، شاید خیلی هاشون که از تحت تاثیر همین VOA و اون برنامه های هستش و من اینو خیلی کمتر میبینم که شما در برنامه هاتون اصلا اشاره یک همچین نیروی سمی که داره دائما یعنی این VOA آنچنان روسیه و چین، من اینجا موافق روسیه و چین نیستم ولی اصلا در مورد عرب ستیزی در مورد این تضادی که مثلا سر چین و روسیه که علکی در من دارم در ذهن خیلی مردم های عادی ایران دارم حرف میزنم عجیب این اثر داره که مثلا نمیدونم ونزوئلا چاوز نمیدونم چینا و توی هر دهکده و هر چیزی این آقای هوشنگ توضیح اینجا یک دونه تئاتر درست کرده به نام فرار بزرگ که قشنگ اون جریان وحدت درونی VOA و این آخوندار اتفاقا خیلی قشنگ در یک تئاتر بیان کرده بودش که چطور اینا آخرش هر جا همش با همدیگه هستن ولی جنگ زرگری با همدیگه خیلی در جلو میکنن و این یکی در خدمت اون قرار میگیره و اون در خدمت این هر شبت که VOA هر شبت که شما میدونید که بخشی از CIA هست به طور رسمی میدونید که اصلا با جشن های CIA هستش و هست قبل بوده همونطور که BBC هم بخشی از دولت انگلیس ولی اون جزء مثلا MI6 نیست ولی این مستقیما اصلا آمده سریع هستش همونطور که رادیو فردا و به نظر من حتی رادیو زمانه هم هر شبت که و اینا کار خودشون رو میکنن، مردم ایران هم نگاه میکنن به دلیل خصومت عمیقی که نسبت به رژیم دارن. این خدمت باز واقعا من همیشه گفتم که خدماتی که جمهوری اسلامی به امریکا کرده شاه نمیتونست جنبش 1357 جنبش ضد امپریالیستی بوده. الان ایران تنها کشوریه که بین 30-40% امریکا طرفدار داره، در مصر 9%، در پاکستان 6%، در عراق 5%، در ایران بین 30-35%. و این خدمتی که جمهوری اسلامی به امریکا کرد، خدمت بزرگش اینه که دائم شعار ضد امپریالیستی اینه و وقتش یه سیستم آدم خواهه. شما ببینید وقت مردم از بغض این یزید به طرف یه یزید بدتر به اصطلاحیت شده. در مجرد این من آگاه هستم، اتفاقا بذارید همین جایی اشاره بکنم، یکی از دلائلی که بعضی از سران بالای پنتاگون به CIA مخالفه
خنده نظامی هم اینه که ما این 30-40 درصد رو از دست میدیم. اولین بمب هایی که بیفته اینا مردم دخلشون رو میارن یا به اصطلاح چیز میکنن، از دست میدن، برای اینکه موقعی که کشته ها و فامیلاشون رو میدن. بنابراین این خدمتیه که جمهوری اسلامی بهش کرد و ما کاری نمیتونیم بکنیم. اینا کار خودشون میکنن، ما هم کار خودمون باید بکنیم. در نتیجه به اصطلاح اینه که آره پویس امریکا کار خودشون و با ظرافت بی بی سی البته ضعیفتر، صدای امریکا ضعیفتر، ولی اون هم همه نقش رو بازی میکنه. من یه کامنت دارم و یه سوال، حالا رو یه ذره به بحث بردارم. کامنت من اینه که من اینجا با شما رو تقدیر میکنم که جمهوری اسلامی کم به دربه حالا شده نظر اقتصادی یه تکنولوژی دوست داشته با شما قرار بشه، ولی من فکر کنم از نظر سیاسی و اجتماعی تو کم به هر نیست و شاید یه باید با فضادایی هم که با جمهوری اسلامی هست در ما هست هم جریان سیاسی. این کامنت من سوال من رفتی هم به این بحث نداره، یه مقدار عامه، چون این دوستمون سوال کرد راجع فرمان نگهدار رو، من حالا به شوخی با سوال کرده گفتم فرمان نگهدار رو فرق نمی‌کنه، چه حالا موافق باشه که بریم چه موافق باشه که نریم، چهار نفر هم برداشت گوش نمی‌کنن. ولی خب این متأسفانه واقعیتیه که چرا شما فکر می‌کنید تو ایران روشنفکرای ایران حتی سال 57ش هم میگن که خب ما داشتیم که باشه مثلا چریکی داشتیم سالان چریک داشتیم که بودن چپا بودن همه اینا بودن، ولی همه اینا رو میریختیم نفوذشون تو عام تو خیابون تو مردم 3% هم به نظر من شد نمیشون. چرا؟ و بعدش هم همینطور حالا این دوستان رو باستم میگه که شاید سخت خوب کردن، ولی الان که خاشی شاید این سخت خوب نشده، ما شده این دیجنت تلویزیون و رادیو و انجمن و همه این چیزا هم پس کتاب نیستن، مقاله نیستن، فیسبوک. ولی من فکرم هنوز یه آخون توی محله که میده سخنرانی میکنه نفوذش تو مردم بیشتره تا به فرض طرف نگهدار که حالا تو موافقش باشیم چه موافقش باشیم مدل بوده از سال 1350 تا اون پس داده و زندان رو تو تبدیل بوده، یا حالا با فرمان نگهدار ما مخالفیم اما اقسام روشنفکران هستن دیگه، ولی هیچ به اون صورت مردم عوام رو مال روشنفکران نبودن. حداقل توی 30-40 سالی که من جریان ایران رو فالو کردم و باز کردم الیت بوده، مثلا تو دانشگاه ما نفوذ داشتیم، ولی تو خیابون که میری تو مردم که میری نفوذی نبوده. همین هم شد که انقلاب شد اسلامی، حالا برعکس ما میشیدیم انقلاب رو دزدی در من خودم رو یادمه که اکثر ماها تو عالی و خیر هم شرکت نکردیم، تو رفراندوم هم شرکت نکردیم. به قول ما رنج بچه ها میگیم ما از 23 بهمن زده انقلاب بودیم، ولی کس به از ما میشه میکنم. اوکی در مورد اول حرفتون رو قبول دارم که تضادهایی از نظر رژیم جمهوری اسلامی یه رژیم پیش سرمایه داری در حقیقت من که اومدم سر کار نمایندگان بر حق سرمایه های تجاری بودن. سرمایه تجاری اگه شما به اصطلاح کتاب کامپیوتر مارکس رو مطالعه کنید ببینید که تضاد به رویان با سرمایه صنعتی داره و جنبش اصلاح طلبی تا حدی نمایندگی میکرد چیزای صنعتی رو کرد همون نمیگرد بنابراین و سرمایه تجاری بردباری اینا سرمایه پیش سرمایه داری هم سرمایه داری با سرمایه صنعتی شروع میشه، بنابراین تضادشون در اونجاست. برای همینی که زنها رو میبرن زیر چادر نمیذارن کسی با مایه کنار دریا بره رابط دختر و همه اینها جلوی حرکت آزاد سرمایه رو میگیره، بنابراین یه تضاد داره و واقعا از این جهت به قول لنین در تزهای رسا تزهای شرقش که رسا در بارکور 1920 مطرح شد زینبیه اومد به اینا مطرح کرد، من چون بهشون میگفتم عزیزانتون بیرید که چرا بینید نوشته های لنین رو فرمان بخونید که لنین میگه آخوندها مخالف امپریالیسم هستن ولی از یک موضعی ارتجاعی تر از خود امپریالیسم، بنابراین فوق العاده خطرناکه
و لنین در تزهای به اصطلاح مستعمراتیش میگه مواظب اینا باید باشه. حالا دوستان توده‌ای ما دنبال خمینی افتادن، یعنی اصلا حتی نیستایی بدیم هم درست متطبعه نکرده بودن متاسفانه. بنابراین آره تضاد وجود داره. بحث دومتون من متاسفانه دیگه به اصطلاح یادم آورد. شما سوال؟ نه سوال ندارم، فقط بخواستم اگه من آخری نفر هستم ولی اولا تشکر کنم سوال دارم. سوال دارم؟ بعد از شما من یک سوال دارم. شما سوال ممکنه الان که من اشتباه کردم شما تحصیل کنید برای پایین مدینه فاطمه که ما صحبت میکنیم مدینه جهانی آمریکا بین 4 تا 5 درصد جمعیت ریاضه ممکن من اشتباه کنم درسته 25 درصد بیشتر 25 درصد جمعیت دنیا مصرف بیش از 60 درصد نفت دنیا رو کنترل میکنه درست با این شرایط بازم فکر میکنید که مدینه فاضله وجود داشته باشه یا اینکه فقط ما صحبت کنیم اصلا که بنده از مهمه این فازه صحبت کنم که کسی جهان چی داره میگیم آره میذارن ما با آرامی نفس بکشیم اگر کتاب یا سوسیالیست یا بربریت احیانا من ترجمهش کردم حالا مزاراش رو مطالعه بکنید بشریت بر سر یه دوراهیه هم میتونه به طرف بربریت بره هم میتونه به طرف مدینه فاضله به اصطلاح بره یعنی واقعا جاهل طرف به اسلام یه جامعه هم این انسان گرا و هم طبیعت گرا بره بنابراین ما بشر یه دوراهی هستیم برای همینه که مبارزه هر کدوم از ما فوق العاده پر اهمیته همینطوری که مبارزه ضد جنگ ما بسیار پر اهمیته یعنی هر کدوم از ما باید احساس رساتیز بکنم احساس داشتن یک وظیفه و مسئولیت این مسئله یه مقدار بازش کنه این داستانش چیه بعد اون بازم از آن بکنم راجب تحریم اقتصادی بدونم آیا درستی یا نه داخل این مسئله زیاد اشاره نکرده که حدودن به مردم آسیب میرسی به مریان بشید نکته آخر نمید که این دخالت های بشر دوستانه که مطرح میشه با اون ظرافتش اصولا با چه برداشت های تاریخی مثلا مطرح میشه به غیر از مثلا مدید میبینی مثلا جایی به فکرهای دیگه مسئله مثلا به نظر باشد اول من راجع به محاصره اقتصادی 100% مخالفم برای اینکه فشارش روی حکومت نیست بلکه روی مردمه این یک دوم دخالت بشر دوستانه راجع به اشتی و برنامه صحبت کردم و من میدونم که رضا رهبران چنین بیانیه های چیا هستن و همسو با جامعه جهانی ما میدونیم منظورشون چیه دقیقا به اصطلاح اینا بعد از اینکه به لیبی حمله شد و به راحتی قذافی افتاد اینا در حقیقت اون یک کباب به مشامشون رسید که شروع کردن بگردن این بیانی ها و ما میدونیم که کیا هستن دکتر دباشی اسم خوبی برای اینا داره سه تا اسم داره یک ستون پنجم پست مدرن بشن میگه دوم عرض وکیه روشنفکران وابسته عرض وکیه کامپرادور اینتلیکتوال بشن میگه یکی دیگه هم یکی خبرچینان بومی اسمشون گذاشته عرض وکیه نیتیو اینفورس هر سوش میچسبه تمام هم هست بله دوستان عزیز اول تشکر میکنم دکتر محیط عزیز دوستر دیرینه دوستر دیرینه جمهوری دموکراتیک و به دنبال صحبتی که کردم و
نتیجه‌گیری که می‌بینیم دو تا مسئله است. یکی اینکه چه اتفاق خواهد افتاد، این بحث همچنان به دوام خواهد داشت چون مسئله آینده است و این برنامه‌ها رو دوستان عزیز خواهند گذاشت، به تلویزیون توجه باید بکنیم. یکی دیگه شما چه می‌تونید بکنید؟ همونطور که دوست عزیزم آقای بیژن آقایی گفتن، در اینجا سازمان‌هایی وجود دارن که مخالف جنگ هستن. به ایران هم کاری ندارن، به مصر هیچ هم کاری ندارن. یکی از بهترین وظایفی که ما میتونیم انجام بدیم همکاری با این سازمان هاست. در روز گذشته در 60-70 تا آخرین چیزی که من داشتم 70 تا شهر در فقط آمریکا، 6 تا در تگزاس و از جمله در دالاس، دوستانی که بودن میدونن که چیزی بالای 200 نفر اومدن. ما هر کدوم میتونیم صدا داشته باشیم، همکاری کنیم. برنامه الان وضعیت بسیار حساسیه. این که ما چه میتونیم بکنیم، حداقل در اینجا صرف نظر از همینا، از اون آواری که ممکنه بر سر کشور ما بیاد و ما جنازه عراق رو، هنوز جنازه عراق و افغانستان رو دستمون بوده، اون روز نیاد که ما یک همچین سرنوشتی رو برای کشورمون ببینیم، به صرف خودمون از این مبارزات مخالف جنگ حمایت کنیم، از این برنامه‌ها حمایت کنیم، از عزیزانی مثل دکتر مهدی و دیگران سفر روشن به اختلافات کوچیک و حقیر رو بذاریم کنار، مسائل در واقع انسانی جهانی مطرحه و واقعیت اینه که در ایران الان خطر بسیار بدی وجوده. بنابراین من خواهشم اینه به عنوان دوستان چیزای کوچیک رو بذاریم کنار و کمک کنیم کشورمون رو بسازیم که بتونیم هم ندارا ایران چهره خاورمیانه و دنیا رو عوض کنیم با یک حرکت انسانی.